گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در مراسم به مناسبت 32 سالگرد خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت تمام زندانیان این حزب را از بند رها نکند تا چند روز دیگر هواداران او به جاده‌های کابل ریخته و ارگ را محاصره خواهد کرد. شما را که حمایت نیروهای اجنبی مغرور کردند با گوشای باز بشنوید، در آینده قریب، دور نه قریب، در چند روز بعدی انشاءالله شاهد تظاهرات پرشکوه در جاده های کابل که تا به ارگ برسن خواهید بود. و اگر عقلتان به سرتان نیاید مطمئن باشین که این حرکت منتج به این خواهد شد که بساطتان جمع شد. رهبر حزب اسلامی میگوید که اسناد و شواهد در دست دارد که نشان می‌دهد که تجهیزات به گونه پنهانی و غیر قانونی از مرزهای افغانستان وارد کشور شده و به ملیشه‌ها در بخش‌های مختلف کشور توزیع می‌شود. ضمن کانتینرهای حامل گندم و سایر مواد سلاح و تجهیزات وارد افغانستان می‌شود و در اختیار جنگ سالاران قرار می گیرد که سابقه جنگ با طالبان و سایر گروه ها را دارد. حزب اسلامی همچنان مسئول به بن‌بست رفتن مذاکرات صلح دوحه را حکومت افغانستان و امریکا می داند و تاکید می کند که حکومت تازه امریکا در تلاش عقب نشینی از توافقنامه صلح دوحه است. اعضای این حزب می گویند که جنگ طالبان در برابر نیروهای خارجی افتخار بوده است. جنگ طالبان که امریکایی‌ها را شکست داده کار آسان است، اونو هم افتخار مردم افغانستان است. قوای ناتو در افغانستان شکست کرده. اما حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات گلبدین حکمتیار میگوید که نظام کنونی به اراده و رأی مردم به وجود آمده و افغانها به هیچ کس اجازه نخواهد داد که به زور به قدرت برسد. افغانان لطیر و لیر تجربه اخیستید، هیچ چاته به دې حق وار نه کیش په زور باندې پر ارگ باندی حاکم شی یا پر زور باندی ارگ تنه نوزی. رهبر حزب اسلامی هشدار می‌دهد که در صورت بیرون نشدن سربازان خارجی از افغانستان، گروه طالبان پس از ماه می دوباره روی کرد جنگی در برابر نظامیان آمریکایی و حکومت افغانستان اختیار خواهد کرد.